میگم جشن طلاق چه سیغه‌ایه؟ چایدم مود شده. من میبینم افراد بعد از جدایی یه جشنی رو میگیرن به نام جشن طلاق. من به همه خانمهایی که توی این بازی میفتن میگم زشت نیست. میخوایم چی رو نشون بدیم با این کار؟ میخوایم نشون بدیم که ما بعد از جداییمون آدم خیلی قوی هستیم؟ خیلی خوب داریم برخورد میکنیم؟ این چه فرهنگ اشتباهیه که ما داریم ترویجش میدیم؟ حواستون هست با این رفتارتون فقط دارید به آدمهایی که دوروبرتون هستند و داری به طرفی که ازش جدا شدی این آلام رو میدی که من خیلی بیچاره تر از اون چیزی هستم که تو فکر میکنی؟ میخوای نشون بده قوی شدی؟ خب این که خیلی خوبه، ولی نه با جشن طلاق. وقتی از این رابطه اشتباهی میای بیرون، جدا میشی، این جدایی سوگواری داره، خوشحالی نداره. چرا احساسات واقعی رو دارید انکار میکنید؟ چرا احساساتتون رو دارید سرکوب میکنید؟ میدونید یه بخش بزرگ از بیماری هایی که ما خانم ها توی بدنمون تجربه میکنیم فقط برمیگرده به این که ما احساسات سرکوب شده زیادی رو تو وجود خودمون داریم؟ تو به جای اینکه بیای سوگواری کنی، ناراحتی کنی، یه شکست رو تجربه کردی، میای براش جشن میگیری؟ میخوای نشون بدی قوی هستی؟ برای قوی بودنت سعی کن احساساتت رو بگی، گریه کن، ناراحتی کن. گاهی اوقات لازم از دیگران کمک بگیرم. اینکه من نشون بدم همه چی عالیه، من چقدر خوشحالم، من چقدر خوشبختم، این که اصلا خوب نیست. بگو من ناراحتم. حتی اگه آدمی که انتخاب کردم آدم اشتباهی بوده، من ناراحتم به خاطر انتخاب اشتباهم و الان دارم بابت این انتخاب اشتباه سوگواری میکنم. از یه آدم دیگه کمک بگیرید. سعی کنید روی خودتون کار کنید، رشد کنید. میخوای به طرف مقابل نشون بدی که تو آدم قدرتمندی هستی؟ اشتباهه. تو اول از همه باید به خودت ثابت کنی آدم قوی هستی یا نه، برای اینکه بتونی به آدمی که روبروت هست این رو متوجه کنی که او اشتباه کرده تو این رابطه. اونقدر رشد کن، اونقدر اوج بگیر که دستش بهت نرسه. برای اینکه بخوای قوی بشی بعد از جدایی، بهتر که سهم تقصیر خودت رو بپذیری، بدونی کجا اشتباه کردی که از همون سوراخ دوباره گزیده نشی. بعد از جدایی تو قوی میشی، به شرط اینکه نیای چشمت رو همه خوبی هایی که اون رابطه داشت ببندی، نیای پشت سر طرف مقابلت هر جایی که نشستی صفه بذاری. آدمی که از زندگیت رفته رفته، وقت تو با این حاشیه ها پر نکن. سعی کن برای خودت سرمایه گذاری کنی. تو رو خدا وارد بازی جشن طلاق و این کوفتا نشید. اینا فقط شما رو میبرن تو حاشیه و نمیذارن قوی بشید. قوی شدن بعد از طلاق ممکنه، اما به شرط ارزش گذاری روی خودتون. قدر خودتون رو بدونید.